روش‌های طبیعی برای دور ساختن حشرات موذی از خانه. حشرات 6 پا دارند و بیشتر آنها دارای بال هستند. بدن یک حشره از 3 بخش تشکیل می‌شود: سر، سینه و شکم. حدود 1,000,000 گونه مختلف حشره در جهان شناسایی و توسط دانشمندان نامگذاری شده است. حشرات موجوداتی زیبا و جالب هستند، اما در میان همین موجودات کوچک گونه هایی وجود دارند که نه تنها زیبا نیستند، بلکه اذیت کننده و غیر قابل تحمل نیز می باشند. آیا برای از بین بردن چنین حشراتی باید از اسپری استفاده کنیم؟ دلایل بسیاری وجود دارد تا ما از اسپری های گوناگون، مخصوصا اسپری حشره کش، استفاده نکنیم. مطالعات نشان داده است کودکانی که در معرض این اسپری ها قرار می گیرند، احتمال مبتلا شدن به سرطان در آنان افزایش می یابد. مطالعاتی که از سال 1990 تا کنون انجام شده، نشانگر آن بوده که موادی که در اسپری وجود دارد، احتمال به وجود آوردن سرطان های خون و لنفوم را بالا می برد. گفته شده کودکانی که در مکانهای بسته این مواد را استنشاق می کنند 47% لوسمی یا همان سرطان خون و 43% بیش از دیگر کودکان سرطان غدد لنفاوی در آنها تشخیص داده می شود تا کودکانی که هرگز در معرض این نوع مواد شیمیایی سمی و حساسیت زا نبودند. ما نمی دانیم که چه مقدار سم باید وارد بدن گردد. استادیار چنگ شنگلو، محقق و زیست شناس تماسهای زیست محیطی، در مجله هلث دیتی این گونه بیان کرده است: مهم است که والدین را از این اطلاعات آگاه سازیم و اجازه دهیم خود آنان قاضی باشند. محققین ارتباط مستقیمی بین سرطان‌های اطفال و حشره‌کش‌های داخل منزل و موادهای سمی سمپاشی برای گیاهان یافتند. آنها فهمیدند که مواد سمی گیاهان تقریباً 26% سرطان خون را در کودکان بیشتر می‌کند. موارد گفته شده بدان معنا نیست که از حشره کش برای نابود کردن حشره های موذی خانه ها استفاده نشود و به صورت مسالمت آمیز خانه را با آنها به اشتراک گذاشت. خیر، روش های متعدد طبیعی وجود دارند تا بتوان از شر این موجودات مزاحم رهایی یافت. مورچه ها. برای جلوگیری از ازدیاد مورچه ها و دور کردن آنان می توان از این مواد استفاده نمود: آبلیمو، دارچین، روغن نعنا، حتی گچ. مورچه ها احساس تنفر فراوانی نسبت به گچ دارند. کافی است خطی در جلوی سوراخشان بکشید. دیگر به داخل منزلتان نفوذ نخواهند داشت. سرکه نیز گزینه خوبی برای دور ساختن آنان است. شاید به نظر عجیب برسد، اما می توانید آن را امتحان کنید. مگس های خانگی. گونه این مگس از خانواده مگس های خانگی است که البته اندازه کوچکتری نسبت به مگس های معمولی دارد و علاقه بسیاری به میوه‌ها و زباله‌هایی که در خانه‌ها موجود است دارد. می‌توان از روش‌های ساده‌ای که در آن هیچ مواد شیمیایی به کار نرفته است استفاده کرد. تله‌های جالبی می‌توان برای این حشرات کار گذاشت. از جمله آنها، ظرفی را پر از آب کنید و به لبه آن مربا یا شکر بمالید. این روش هم موجب می‌شود مگس تنها در یک نقطه از خانه متمرکز شود و همان که احتمال در آب افتادن وی زیاد است. سوسکا. این حشرات از سخت جانترین موجودات موذی می باشند و زمان می برد تا آنها را به طور کامل نابود یا دور نمود. یکی از روش های خسته کننده تمیز کردن تمام بخش های دنج خانه و پر کردن سوراخ هاست، به طوری که از ورود آنان جلوگیری شود. تمیز کردن و تمیز نگه داشتن اهمیت فراوانی در دور نگه داشتن سوسکا دارد. ترکیب جالبی برای به دام انداختن آنان وجود دارد: 3 قاشق چایخوری اسید بوریک و 1 قاشق چایخوری پودر شکر را با یکدیگر مخلوط نمایید. شکر تنها او را فریب داده و به سمت خود می کشد، در حالی که اسید بوریک آن را از پای در می آورد. آن را زیر سینک، یخچال و در گوشه و کنارها و ترک ها بریزید. کک ها. این حشرات خوناشام اغلب بر روی حیوانات قرار دارند و از خون آنها استفاده می کنند. می توان تعداد زیادی از آنها را بر روی حیوانات خانگیتان، خصوصا سگها، بیابید و از طریق آنها به فرش ها و لوازم خانگی منزل انتقال پیدا می کنند. همچنین کک ها و شپش ها با شستشو معمولا از میان نمی روند.
با بیشتر شستن حیواناتتان تنها آنها را عذاب خواهید داد. پیشنهاد ویژه: بوریک اسید هیچ ضرری برای انسانها و حیوانات ندارد. به عنوان سم فقط برای حشرات ماده‌ای کشنده محسوب می‌شوند. البته ناگفته نماند که استنشاق آن موجب سوزش ریه می‌گردد. پس در هنگام استفاده حتما از ماسک استفاده کنید. بوریک اسید را به صورت پودر بر فرش‌هایتان بریزید و با جارو دستی سعی کنید آن را وارد بافت فرش نمایید. سپس فرش را با جارو برقی تمیز نمایید. همچنین می توانید حیوانتان را نیز آغشته به بوریک اسید نمایید و پس از مدتی آن را شستشو دهید.